این دستگاه برای اولین بار در سطح جهان ساخته شده و نمونه های پیشین این دستگاه با تکنولوژی قدیمی تر به روش تماسی کار میکنه. اما این دستگاه با روش غیر تماسی مادون قرمز کار میکنه که هیچ گونه تماس فیزیکی با سطح قطعات نداره. این هم باعث افزایش دقت اندازه‌گیری زبری و همینطور جلوگیری از آسیب سطحی قطعات میشه. دستگاه زبری سنج سطحی مادون قرمز در صنایع متعددی کاربردی است. این اختراع در صنعت خودروسازی، صنایع هوایی و صنایع دفاعی و به طور کلی در هر جایی که با سطح فلز تماس داریم کاربرد داره. بومی سازی این دستگاه صرفه‌جویی ارزی هم داشته است. هزینه خرید یک دستگاه زبری سنجی حدود 900 دلاره که با بومی سازی با استفاده از تکنولوژی روز این اختراع هزینه ساختش در ایران کمتر از 100 دلاره که می‌بینیم حدود 1/10 شده. کاهش زمان انجام آزمایش از ویژگی های این دستگاه نسبت به مشابه قدیمی آن است. زمان انجام هر آزمایش از 15 ثانیه در دستگاه های قدیمی تر به 120 میکروثانیه در دستگاه های تکنولوژی جدید کاهش پیدا میکنه. از برنامه های آینده دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان تولید انبوه دستگاه زبری سنج سطحی مادون قرمز است. این دستگاه GUT مدل 104 نامگذاری شده و انشالله مدل 105 ش در دست طراحی و ساخت است که مدل صنعتی این نمونه خواهد بود. این دستگاه به شماره 96086 به ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد کشور رسیده است. برای طراحی و ساخت دستگاه زبری سنج مادون قرمز 576 ساعت زمان صرف شده است. مهدی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان.